میدان نقش جهان. میدان نقش جهان که به عنوان یکی از مجموعه‌های تاریخی مهم شهر اصفهان شناخته می‌شود، میدانی مستطیل شکل با ابعاد 560 در 160 متر می‌باشد که در مرکز اصفهان قرار دارد. میدان که در دوران صفویه و در محل باقی به نام نقش جهان ساخته شد، در سراسر دوران حکومت شاهان صفوی از رونق اقتصادی خوبی برخوردار بود. ولی در دوره‌های بعدی دچار بی‌توجهی و رکود زیادی شد. در چهار گوشه این میدان بناهای تاریخی زیبا و ارزشمندی همچون عالی قاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه قرار دارد. علاوه بر این سایر جلوه‌های تاریخی که دور تا دور این میدان هستند، بسیار زیبا و چشم نوازند. بازارچه‌های اطراف این میدان هنوز هم مکان خوبی برای خرید هنرهای دستی اصفهان هستند. این اثر تاریخی اولین بنای ایرانی است که در سال 1358 در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است. بازار اصفهان بزرگترین بازار تاریخی خاورمیانه. نام این بازار که از قدیمی ترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه است، در سفرنامه های بسیاری از جهانگردان بزرگ دنیا برده شده است. بازار بزرگ اصفهان به دلیل معماری خاص و زیبا و تاق‌های قوسی شکل سقف آن شهرت ویژه‌ای دارد. طول بازار حدود 1.5 کیلومتر است و حجره‌های قدیمی زیادی در آن مشاهده می‌شود. این بازار هم مانند دیگر بازارهای سنتی ایران بخش‌های مختلفی دارد که شامل سراها، تیمچه‌ها، کاروانسراها، مساجد، حمام‌ها و مدارس می‌باشد. هر کدام از راسته‌های این بازار به فروش محصولات و کالاهای خاصی اختصاص داده شده است. کاخ عالی قاپو. این عمارت که به دستور شاه عباس اول ساخته شده است،
دارای طبقه ای همکف و 5 طبقه فوقانی می باشد. هر کدام از طبقات این کاخ دارای تزئینات و نقاشی هایی بی نظیر است که در نوع خود نمونه منحصر به فردی از معماری کاخ های عهد صفوی به شمار می رود. نقاشی های این ساختمان کار دست هنرمند و نقاش معروف دوره صفوی رضا عباسی است. علاوه بر این نقاشی های مینیاتوری زیبا، گچبری های منحصر به فردی نیز در آن وجود دارد. در طبقه آخر که تالار صوت قرار دارد، این گچبری ها صدای موسیقی را بدون پژواک در کل این تالار پخش می کنند. بازار قیصریه. بازار قیصریه یکی از معروفترین بازارهای تاریخی ایران و از مکانهای دیدنی اصفهان است و به بازار شاهی یا سلطانی نیز شهرت دارد. این بازار از سردر قیصریه شروع به بازار چیتسازها و از آنجا به بازار دارالشفا منتهی می شود. بازار قیصریه یکی از مراکز مشهور فروش صنایع دستی به شمار می آید. این بازار از بزرگترین و مجللترین مراکز تجارت در دوران صفویه بوده است. به طور کلی بازار سرپوشیده اصفهان چند کیلومتر طول دارد که در هر بخش آن کالاهای ویژه‌ای تولید و فروخته می شود. بازار بزرگ اصفهان که بازار قیصریه بخشی از آن است، در پای ورودی مختلفی داشته است. بازار قیصریه با دستور شاه عباس اول بین سالهای 1011 تا 1029 ساخته شده است. این بازار در دوره صفویه مرکز فروش پارچه و فرش‌های گرانبها بوده و شرکت‌های تجاری خارجی نیز در آن حجره‌هایی داشتند. بازار قیصریه قسمت اصفهان جدید دوره صفویه را به شهر سلجوقی، میدان کهنه آن روزگار، میدان قیام فعلی متصل می‌کرد. قلمزنی یکی از نفیس‌ترین صنایع دستی ایران قلمزنی است. این هنر سابقه بسیار طولانی در فرهنگ این کشور دارد که به دوره ساسانی باز می‌گردد و نمونه‌های با ارزش آن در موزه ایران باستان یافت می‌شود. قلمزنی اصفهان که اوج آن در دوره صفویه بوده است، از نکات و ظرافت‌های خاصی برخوردار است که هنوز هم کارگاه‌های زیادی مشغول به این هنر هستند. قلمزنی در واقع هنر تزئین و کندن نقش و نگار مختلف روی اشیاء فلزی به خصوص مس، طلا، نقره و برنج به کمک قلم و ضربه چکش است. قلمزنی دو نوع دارد. قلمکاری بر روی پارچه، قلمزنی بر روی برنج و نقره. هنر قلمزنی
از صنایع دستی شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز می باشد که هر یک دارای سبک مخصوص به خود هستند. در قلمزنی اصفهان از ضربات چکش استفاده می شود. به همین سبب قلم تبریز صاف و کم عمق است ولی قلم اصفهان عمیق‌تر می باشد. قلمزنی در اصفهان نیز در دو سبک مجزا می باشد که به نام‌های قلم ریز و قلمزنی برجسته شهرت دارد. قلمزنی برجسته دارای برجستگی‌های عمیق‌تری می باشد و حالتی سه‌بعدی را ایجاد می نماید. این گونه از قلمزنی در ساخت ظریح امامان شیعه استفاده می گردد. نگارگری به هنر تصویرگری ظریفی که دارای ویژگی‌های تزئینی است و از دیرباز در شرق نزدیک رواج داشته هنر نگارگری می‌گویند. نگارگری ایران هنری است که از گذشته دور تا دوران اسلامی در این سرزمین جریان داشته است و معمولاً برای تصویرسازی کتب علمی، پزشکی، مذهبی و به خصوص ادبی به کار می رفته است. واژه نگارگری یعنی نگاریدن، به تصویر درآوردن، کشیدن، صورتگری و اصطلاح نگارگری معمولاً به مجموعه ای از هنرهای مرتبط با کتاب چون تصویرگری، تذهیب، تشعیر و حتی هنرهای مستقل از کتاب مانند قلمدان نگاری و غیره اطلاق می شود. واژه مینیاتور نیز اصطلاحی است که به اشتباه به جای نگارگری به کار می رود. این واژه ریشه ای فرانسوی به معنی کوچک و ظریف دارد و بیشتر برای توصیف آثاری کوچکتر از معمول به خصوص در دوران قرون وسطا به کار می رفته است. اما نگارگری ایران جز در مورد کوچکی ابعاد و برخی ظریف کاری ها هیچ قرابتی با مینیاتور ندارد.